بازگشت تحریم همکاری های حسی سلحامیز با ایران دعوت به تحریم فرمانده بسیج و روش های ابتکاری خرید فروش غیر رسمی دلار در تهران موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است ریچارد گولدبرگ و جیکوب نیجل در یادداشتی در فارین پالیسی به عنوان ترامپ این گونه می تواند ایران را به میز مذاکره برگرداند می نویسند های آبان ماه شامل تحریم های نفتی و مالی با محدودیت هایی در همکاری در برنامه هسته غیرنظامی غیر نظامی ایران همراه خواهد بود ستا عضو سازمان انرژی اتمی ایران وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دوباره به لیست سیاه وزارت دارایی آمریکا افسوده می شوند. بر مبنای قانون آمریکا کانال های معاملات با ایران که از طریق توافق هسته ایجاد شده برای شرکت های خارجی شامل بانک ها و مؤسسات بیمه غیر قابل استفاده خواهد بود. آژانس بین انرژی اتمی هم نیاز به اصلاحات دارد. دولت و کنگره باید کمک مالی آمریکا به این نهاد سازمان ملل متحد که حدود 25 درصد کل بودجه آن را تشکیل می دهد به لغو سرمایه ها و کمک های فنی به پرجه های هستی ایران منوط کنند این گام ها به همراه کارزار مداوم فشار مالی ممکن است برای مجاب کردن رهبر جمهوری اسلامی به اینکه تغییر رفتار تنها شانس بقا از کافی باشد زویکان در یاد داشتی در هیل با عنوان آمریکا باید فرمانده بیرحم بسیج در ایران را تحریم کند می نویسد بسیج بیرحمان اعتراس های مردمی را سرکوب می کند و حتی به رژیم خونریز سوریه کمک نظامی می دهد دولت ترامپ برای ابراز همبستگی با مردم ایران در ادامه اعتراض به چنین سیاست هایی باید قلام حسین فرماندهی پرور فرمانده بیرحم بسیج را تحت تحریم قرار دهد غیب پرور سال 1395 توسط خامنه به این سمت منصوب شد او پیشتر نقش های متعدد از جمله فرماندهی سپاه فجر استان فارس را بر عهده داشت در زمان فرماندهی او سپاه با تانگ از روی دیش های های زب شده از منازل مردم عبور کرد غیب پرور همچنین پیشتر فرمانده قرارگاه امام حسین بود که از جمله وظایفش حمایت از تیپ های نظامی حامی رژیم و شارست است عمل کرده قی پرور از ادامه سرکوب داخلی به دست بسیج حکایت دارد بسیج در سالهای اخیر نقشی فعال در جذب داوطلب برای جنگ در سوریه داشته است آسا در گزارشی در وال استریت جورنال به عنوان ایران برای مهار معاملات غیرقانونی دلار تقلا می کند می یک موتوری سفارش یک جبه پیتزای پنیر گرم با سه هزار دلار آمریکا را به خانه‌ای در مرکز تهران تحویل می‌دهد. نیما که به خرید و فروش زیرزمینی ارز می‌پردازد، می‌گوید من قاچاقچی مواد مخدر نیستم. با افزایش فشار های آمریکا بر رژیم و نزول اقتصادی ایران، بازار سیاه دلار رونق فراوانی پیدا کرده است. رژیم در تلاش برای بازگرداندن ارزش ریال سعی کرده از خرید و فروش دلار را با سرکوب معاملات غیر رسمی کنترل کند این امر مقام ها را در یک بازی موش و گربه با دلالان ارز انداخته است که در پوشش فروشگاه ها و مغازه ها و با استفاده از اپلیکیشن های کار می کنند.